اتمی و فعالیت‌های اتمی تهران و موضوع مذاکرات اتمی کشورهای غربی با ایران را پی می‌گیریم. در این لحظه با مهران مصطفوی، فیزیکدان و کارشناس برنامه هسته‌ای ایران که از پاریس به ما پیوستند. آقای مصطفوی، همونطور که می‌دونیم فرانسه که پیش از این یکی از موافقان برنامه اتمی ایران بود، در این دوره از نشست اتمی مخالفت‌هایی را مطرح کرد. ارزیابی شما از مخالفت فرانسه چیست و جنس اشکالاتی که فرانسه مطرح کرده رو بیشتر سیاسی می‌بینید و یا فنی؟ مخالفت فرانسه رو باید از دو دیدگاه در نظر گرفت. اول اینکه فرانسه به طور تاریخی در خاورمیانه و خاور نزدیک دو متحد داره، یکی اسرائیل هست و دیگری کشورهای عرب مثل اردن، مثل لبنان و مثل عربستان سعودی و کشورهای خلیج عرب خلیج فارس، و با اینها هستش که تعامل بسیار زیادی داره. از این دید اصلی هستش. دوم اینکه فرانسه ناراضی هستش به خاطر اینکه کلیه مذاکرات دقیقاً بین امریکا بوده و ایران، و اینها دو ماه مذاکرات فشرده داشتن با هم دیگه و طرحی رو با هم آماده کردن، و آقای فابیوس از موقعیت خواسته استفاده بکنه و بگه که ما هم اروپا هم وجود داره، فرانسه هم وجود داره، و به یک نوعی خودش رو مستقل نشون بده از سیاست آمریکا. یعنی این برخوردی که فرانسه کرده یک برخورد سیاسی هستش، خصوصا که فرانسه در مورد سوریه هم با ایران اختلاف دید بسیار زیادی داره، و اضافه بر این میشه که عربستان و قطر سرمایه های بسیار زیادی با فرانسه قراردادهای امضا کردن که سرمایه گذاری کنن در فرانسه. همین هفته گذشته یک کارخونه که در فرانسه اهمیت خاصی داشت و ورشکست شده بود، یک شرکت عربستان سعودی اون کارخونه رو خرید که کارخونه بتونه ادامه بده. همه این عوامل دست به دست هم دادن تا اینکه فرانسه موضع مخالفی بگیره. البته باید اضافه کرد که چین و روسیه هم دفاع چندانی نکردن و باعث شد این بشه، نتیجه این بشه که مذاکرات دقیقاً اونجایی که می‌خواستن نرسید. و فکر می‌کنید الان ایران با دستاورد یا شکستی که احتمالاً از این نشست سه روزه در ژنو داشته خواهد تونست جناح‌های تندرو در داخل ایران رو متقاعد کنه که احتمالاً غنی‌سازی رو از 20% به زیر 5% کاهش خواهد داد؟ براش خیلی مشکل هستش. مستگی به آقای خامنه‌ای داره، برای اینکه خود آقای خامنه‌ای هستش که تصمیم گیرنده است. در اصل این قراردادی هم که با آمریکایی‌ها آماده کرده بودند که تصویب بشه تحت نظر آقای خامنه‌ای آماده کرده بودند، و ایشون از کلیه کم و زیاد این قرارداد اطلاع داشته و به خاطر این یه طوری صحبت کرده بود که هم دفاع بکنه از دیپلمات‌های ایرانی و هم یک جایی بذاره که اگر بالاخره این توافق صورت نگرفت بگه که من به اینها بدبین هستم و مطمئن نیستم که بتونن موفق بشن. از طرف دیگه به هر حال سخته که بتونن در مقابل تندروها به راحتی، اگر آقای خامنه‌ای کمک نکنه آقای روحانی رو، بتونن پیش ببرن، خصوصا که واقعیت این قرارداد همون قرارداد ترکمنچای هستش، چنان که ایران با توجه به سرمایه‌های بسیار زیادی که در روی این مسئله گذاشته و با توجه به ضررهای بسیار بالایی که دیده، حداقل طبق گفته اروپایی‌ها 800 میلیارد دلار ضرر دیده به خاطر تحریم‌ها، و اگر محاسبات دیگه رو در میان بیاریم چند هزار میلیارد دلار میشه، و حالا تنها چیزی که به ایران میخوان بدن این هستش که 30 تا 50 میلیارد دلار پول خود ایران رو اجازه بدن ایران مصرف کنه. آقای مصطفی، به عنوان آخرین پرسش، راه برون رفت از این شرایط رو چگونه ارزیابی میکنید، و به نظر شما ایران در گفتگوهای آینده اتمی با غرب که گفته میشه 10 روز دیگه انجام خواهد شد، با چه رویکردی باید وارد بشه تا گفتگوها به سرانجام و نتیجه برسه؟ دو تا رویکرد وجود داره. یکی رویکرد هست با اتکا به مردم ایران. در این صورت مردم که نامحرم هستن در این مسئله باید اطلاعات بهشون داده بشه تا واضح بشه که غنی‌سازی از آغاز کار اشتباهی بوده و هیچ از نظر اقتصادی به صرفه نیست. اما مسلماً من نمی‌بینم که این توانایی آقای روحانی داشته باشه که این صحبت‌ها رو بکنه. در مورد مذاکرات اینطور به نظر میرسه که امریکا فشار آورده روی فرانسه، و فرانسه و ایران هر دو یک مقداری
عقب نشینی کردن از گفته‌های خودشون و احتمال اینکه در مذاکرات آینده بتونن به توافقی برسن کم نیستش. بله، با تشکر از شما مهران مصطفی، فیزیکدان و کارشناس برنامه هسته‌ای ایران که از پاریس با